به نام خدای بزرگ، محصولان عزیز، بخش تیوری اریتمتیک اپریترها را برای شما در جلسه قبلی تکمیل کردم و در این جلسه میخواییم که به شکل عملی در محیط کامپیوتر در داخل یک پروگرام را بنویسیم و برای شما نتیجه را نشان دهیم. برای بشر خیلی آسان است. بشر میفهمه که 100 با 100 جمع شود 200 میشه و همچنان 10 با 20 جمع شود 30 میشه یا تفریق شود همچنان نتیجه را درست ما میفهمیم، چون قدرت فکر کردن داریم. اما فهمیدن برای کامپیوتر کمی دشوار هستند و این قابلیت های یک برنامه نویس است، یک پروگرامر است که برای کامپیوتر بفهمانه یا کود طور بنویسه که وقت استفاده کنندهش 100 با 100 مرسانه بخواهی که جمع کنن نتیجهش را 200 برای ما نشان بدن. پس هدف از کود کردن یا برنامه نوشتن در کامپیوتر است که خواسته های بشر برای ماشین، برای کامپیوتر تعریف شد و کامپیوتر نظر به نیاز ما کار را انجام دهند. برای نوشتن کود نخست ضرورت است که در اینجا ویژوال استودیو کود را باز کنیم. یکی از ایده‌ترهایی هستند که در جاوا خیلی کاربردی هست و قابلیت های زیاد دارند. برزی که را باز کردیم در سمت چپ در اینجا اکسپلورر است، بالای از اونا کلک کنین و در اینجا یک فولدر داریم به نام جاوا کودز و اولین آیکن در اینجا نشان داده میشه، تولتیپش به نام نیو فایل است. بالای از اونا کلک کنین، در اینجا یک باکس باز میشه و این باکس محیطی هستن برای از اینکه ما نام فایل خود بنویسیم و نام فایل ما خوب است که به نام امو عملیش باشه. مثلا ما اریتمتیک اپریتر داریم، در اینجا هم خوب است که اریتمتیک اپریتر تعریف شود. اگر ریلیشنال اپریتر باشه ریلیشنال اپریتر. و دلیلی در کجاستن؟ دلیلش ایستن که وقتی ما فایلای زیادی داشته باشیم در بین اونا بتانیم که بر اساس نام اینا را سورت کنیم یا پیدا بکنیم. ممکن وقتی برنامه ای سمستر تکمیل میشه به صدها فایل ما در اینجا داشته باشیم، اما وقتی بخوایم جستجو کنیم پیدا کردنش برای ما آسان باشه. میتونیم به نام X، به نام Y، ABC نام گذاری کنیم، اما بهتر است که مطابق عملی که انجام میشه توسط پروگرام به نام شکل نام گذاری شده خوب هستن. بعد دات جاوا اکستنشنش هستن، 100% باید اکستنشنش دات جاوا باشه. در صورتی که دات جاوا نباشه باز کمپایلر جاوا ای فایل شناسایی نمیتونه، وقتی شناسایی نتونست نمیتونه کمپایل کنن. زمانی که فایل خود نامگذاری کردین و انتر بزنین سه کار انجام میشه، یکی فایل ایجاد میشه، یکی فایل ذخیره میشه و دیگه هم فایل باز میشه برای ما. و دقیقا موقعیت ای فایلی که ما ایجاد کردیم داخل فولدر به نام جاوا کودز که در دسکتاپ است در اینجا است، چون این فولدر ما اضافه کردیم در محیط ویژوال استودیو کود و اریتمتیک اپراتور رو میبینیم که در اینجا یک فایل اضافه شدن. بعد میم شروع میکنیم به کود نویسی. اولا کار ما بعد از نوشتن کلاس تعریف کردن من متد است. فقط من خودش را بنویسن و انتر بزنن، انتلسنس ظاهر میشه و مکمل بخش استاتیک، پابلیک استاتیک، وید و همچنان پارامتری که در اینجا نیاز هستن اینا مکمل خودش تکمیل میشه، نوشته میشه. ما میخوایم که قیمت از کیبورد وارد کنیم. وقتی میخوایم قیمت از کیبورد وارد کنیم ضرورت بیست که اسکنر باید تعریف شود و اسکنر همش تلاوقات قبل از نام کلاس از اینجا در ساختار پروگرام جاوا بر شما توضیح دادیم که امپورت استیتمنت باید در اینجا داشته باشن. امپورت و بعد در اینجا نوشته میکنیم جاوا، در اینجا مینویسیم یوتیل که اینا نام های فولدر ها هستن. جاوا هم یک فولدر است، داخل فولدر جاوا فولدر دیگه است به نام یوتیل و داخل یک فایل است به نام اسکنر و در آخر از سمیکالن میگذارن. اسکنر هم نام فایل است و هم نام کلاس هستن. پس باید داشته باشین که همیشه در زبان برنامه نویسی جاوا نام فایل و نام کلاس هر دو باید یکسان باشن. اولین کاری که در اینجا میکنیم آبجکت اسکنر رو باید ایجاد کنیم. در اینجا نوشتم که اسکنر هر نامی که برای آبجکت از مشخص میکنین مشکل نیستن. بعد در اینجا من دلخواه هستن. بعد در اینجا من نیو و بعد از او اسکنر رو در اینجا به شکل کانسترکترش تعریف میکنن. اسکنر اولی نام کلاس است، ایسی نام آبجکت است و نیو در اینجا اپریتر است و اسکنر دومی که در اینجا نوشتشتن ای عبارت از کانسترکتر کلاس اسکنر است و در روی از اینا بیشتر بحث خواهم کرد. و بعد در اینجا ما میخواییم سیستم یک اینپوت آبجکت استریم اضافه کنیم. سیستم دادن مفهومش است که ما قیمت از کیبورد وارد سیستم میسازیم و سیستم داده معنیش است که
قیمت یا مقادر از داخل حافظه کامپیوتر در یک وسیله خروجی مثل مانیتور یا جاهای دیگه به نمایش گذاشته میشه. و سیستم دادن معنیش است که ما از یک وسیله ورودی قیمت وارد میکنیم. و زمانی که نرد تکمیل کردیم در اینجا اولین کار ما ایستن که یک پیام ما باید بنویسیم برای یوزر که اونا قیمت وارد کنن. در اینجا نوشته میکنن خلاصش سی و سی ساوت در اینجا در انتلسنس میان و در اینجا بین یک پیام بنویسن. پیام هرچه بنویسن مشکل نداره، برای یوزر باید قابل فهم باشه. پیامش نوشته میکنن که انتر فرست نمبر، مثلا ما میخواییم که دو عدد با هم جمع شود، تفریق شود، ضرب شود، تقسیم شود، چون بحث ما بحثی اریتمتیک اپراتور ها هستن. از این لحاظ انتر فرست نمبر در اینجا می نویسیم. بعد وقتی که اینا رو نوشته کردیم، این باید در یک موقعیت ذخیره شود. بعد رو نوشته میکنیم که NTFN. NTFN به معنی زیسته که FN عبارت از یک وریبل هستن. وریبل هم درست تشریح کردیم که نامگذاری قسمت از حافظه کامپیوتر برای ذخیره کردن دیتا هستن. بعد وقتی که اینا رو نوشته میکنیم، بعد میم object name scanner رو در اینجا اضافه میکنیم و یک method اضافه میکنیم به نام nextN. nextN معنا و مفهومش است که اجازه میده برای ما که از یک input device قیمت یا مقادر عددی یا integer وارد کنیم. این اولین کار ما یا اولین پیام ما هستن و قیمتی که وارد میشه در اینجا ذخیره میشن. میخوایم که مقدار دیگه هم یا قیمت دیگه هم وارد کنیم. اینجا نوشته میکنیم که enter second number، پیامش به این شکل که واضح باشه برای کسی که پروگرام اجرا میکنن، اونا بتونن نمبر دومه رو هم وارد کنن تا کامپیوتر بتونه قیمتی که وارد میشه اونا رو تحلیل کنن، جمع کنن، تفریق و ضرب بسازن. وقتی قیمت دومی وارد میشه اینا هم باید در اینجا مشخص شود. این رو به نام SN یا مخفف سکند نمبر نامگذاری میکنیم و ریبلش هم. و بعد SC در اینجا object name scanner هستن و بازم در اینجا میتود به نام nextInt اضافه میکنیم تا اینکه اجازه بده که از کیبورد بتونیم قیمت‌های عددی رو وارد کنیم. هرگاهی خواسته باشیم قیمت‌های string وارد کنیم، در اون حالت باز nextInt نوشته نمیکنیم، تنها نوشته میکنیم که next. بعد وقتی قیمت‌ها هر دویشون وارد شدن، پروسه تکمیل میشه و بعد در اینجا میخوایم که عملیات بالای عدد اولی و دومی اجرا شود. در اینجا کامنت میگذاریم به شکل یا دبل کوتیشن کامنت در جلسات قبلی ما شما تکمیل کردیم یا خواندیم. بعد در اینجا میم نوشته میکنه اپریشنز، عملیات باید انجام شود. کدام عملیات بالای عدد دومی و عدد اولی، عمل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اینا اجرا شود. در اینجا بازم میم وریبل تعریف میکنه وقتی عملیات اجرا شود باید در یک محیط ذخیره شود. اینجا نوشته میکنه NTR مساوی میشه به FN جمع SN، یعنی عدد اولی یا فرست نمبر با عدد دومی یعنی سکند نمبر جمع شود و نتیجه به در داخل آر یا رزلت ذخیره شود. زمانی که را نوشتیم میم در مرحله دوم عملی را تغییر میده، اپراتور را تغییر میده. بازم نوشتم که انتی آر یک ایبار برشان نامگذاری میکنیم. بازم نوشتم که اف این ایبار نوشتم میکنیم منفی اس این، یعنی عدد اولی از عدد دومی تفریق شود و نتیجهش که هر چقدر میشه در داخل آر یک ذخیره شود. بازم میم در اینجا انت که دیتا تایپ است تعریف میکنیم، نوشته میکنیم آر دو مساوی میشه به اف این، بازی بار عملگر تغییر میدیم به نام ضرب یا با ملتیپلیکیشن فرست نمبر با سکند نمبر ضرب شود و نتیجه به در داخل آر دو ذخیره شود. و بعد بازم میم در اینجا انت آر سه که وریبل سیو مثل FN بالای SN یعنی عدد اولی بالای عدد دومی تقسیم شود و خارج تقسیم بیاید در R3 یا result 3 ذخیره شود. R1, R2, R3 هر کدام از اینا یک result مشخصه، یک result متفاوته برای ما نشان میدن. بعد بیم بازم در اینجا بیم R4 یک عملی دیگر هم میخواییم داشته باشیم FN modulus SN، یعنی عدد اولی بالای عدد دومی تقسیم شود، باقی مانده که هرچی بود او باید در داخل R4 ذخیره شود و برای ما نمایش داده شود. اینا عملیات است که در اریتمتیک اپراتورها موجود هستند. 5 تا قبلا تشریح کردم که اولیشان عملی جمع انجام میدن، دومیشان عملی تفریق انجام میدن. خب کمی میتونیم اینا رو فاصله بتیم، اما فاصله داشتن یا نداشتن در کد کدام مشکل را خلق نمیکنن.
این اگر اسپیس داشته باشیم در ظاهرش یا در دیدش بهتر است، اما در صورت فاصله موجود باشه هم ایرر نمیگیرم. حالا میخوایم آوتپوت ها را داشته باشیم. حالا عملیه اعداد ما وارد میکنیم، عدد اولی و دوم را عملیه انجام میشه و در داخل از اینا ذخیره میشه. ما میخوایم که آوتپوت داشته باشیم یا نتیجه را میخوایم ببینیم. بازم همیشه هر وقت خواسته باشیم که آوتپوت را ببینیم، ضرورت بیست که سیستم داد آوت استفاده کنیم. out عبارت از output stream object هستند و بعد میم در داخل از اونا یک دبل کوتیشن یک پیام میگذاریم، بعد نوشته میکنیم که the sum result is بیشکل و در اینجا کالن میگذاریم و در اینجا concatenation با علامت مثبت میگذاریم. میره به نام string operator هم میگن و در اینجا فقط نوشته میکنیم که r، یعنی عدد اولی با عدد دومی جمع شود داخل r ذخیره شود و نتیجهش برای ما در اینجا نشان داده شود. چون 5 تا عملیه داریم، برای هر کدام از یک یک تاره اینجا اضافه میکنیم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا. صرف پیام تغییر میدیم. پیشتر بودن پیام قبلی ما در sum result و پیام بعدی ما هستند در minus result است. و پیام سومی رو در بالا میبینیم که multiplication هستند، به اون شکل در multiplication result نوشته میکنیم. و پیام چهارمیشان در division result هست و پیام آخرشان در remainder result باشه، باید به شکل در remainder result هست هر چی که بود. بعد آر یک برای جمع هست، آر دو آر برای جمع هست، آر یک برای تفریق هست، آر دو برای ضرب هست و آر سه برای تقسیم هست، اینا را اضافه میکنیم و آر چار برای remainder یا باقی مانده هستن. تعداد از وریبل هایی که در اینجا داریم با ما مشخصاتی که وریبل تعریف کردیم اونا رو در اینجا اضافه میکنیم. کد تکمیل هستن. اولین کاری که انجام دادیم امپورت کردیم اسکنر، بعد کلاس تعریف کردیم، بعد مین میتود تعریف کردیم و همچنان بعد اسکنر تعریف شدن تا اینکه اجازه بده که قیمت از کیبورد وارد شوه و بعد وریبل مشخص کردیم که قیمتی که از کیبورد وارد میشه در اینجا ذخیره شوه. بازم پیام دیگه در اینجا میان و بعد پیام عدد دومی رو وارد میکنیم و در داخل وریبل سکند نمبر ذخیره میشن و بعد عملیات بالای از اونا تعریف کردیم. در نتیجه در آخر نتایجی که عملیه اجرا میشه و در آوتپوت ما میبینیم در آخر با سیستم داده و تنها رو معرفی کردیم. مراحل کد فعلا تکمیل هستن و میم اینا رو میبینیم که در رزلت چطور ما میبینیم. ببینیم در CMD بین اجرا کنین و همچنان در محیط ویژوال استودیو کد هم امکان پذیر هستند. موقعیت از اینا در داخل سی دی دسکتاپ و فولدری که ما داریم، یعنی چین دایرکتوری دسکتاپ است و فولدر دیگه به نام جاوا کودز هست. در به شکل بنویسیم که تا در فولدر بعدی ما بتونیم موقعیت تغییر بدیم. جاوا کودز به شکل میبینیم که در داخل فولدر جاوا کودز هستیم و دی آی آر دایرکتوری محتویات فولدر را برای ما نشان میتن و فایلی که ما نیاز داریم در اینجا arithmetic operator dot java هستم. برای که صفحه با کالش پاک شد CLS یا clear screen اینا را استفاده میکنیم و بعد در اینجا جاوا سی و بعد فایلی که از اینجا کپی کردیم arithmetic operators اینجا میگذاریم. ویر انتر بزنیم ببینیم که اجرا میشه یا خیر، اگر اجرا شد کمپایل میشه یا خیر. اگر کمپایل شد به این معنی است که کود مشکل ندارن، اگر کمپایل نشد به این معنی است که کود مشکل داره. میبینیم که کمپایل شد، هیچ ایرر مسیج برای ما نشان نمیتن و بعد برای که را اجرا کنیم یک بار دیگه به هیستوریش میم در اینجا داد جاوا را برداریم یا پاکش کنیم و همچنان جاوا را هم سیر پاک میکنیم چون میخوایم با جی وی ام اجرا شه. وقتی انتر میزنیم پیام میاد که انتر فرست نمبر، ما عدد اولی را وارد میکنیم 100، انتر سیکند نمبر دلخواه هستن، هر نمبر شما وارد کنین مشکل خلق نمیکنن و 200. وقتی انتر میزنیم تمام نتایج برای ما به شکل نشان میده. The sum result is 200، یعنی 100 با 100 جمع شدن. The minus result is 0. The multiplication result is 10,000، 10,000. The division result is 1 یا 1. Remainder result is 0. به این معنی است که 100 بالای 100 تقسیم شده، خارج قسمتش 1 است و باقی ماندهش در اینجا 0 میشن. خب این پروسس به این شکل که کد نوشته میشه و result و نتیجه رو ما میبینیم. باز تکرار میکنیم که انسان به سادگی میتونه بفهمه که دو عدد وقتی جمع شده نتیجهش چگونه هست، 100 با 100 200 میشن. اما وقتی ما خواسته باشیم که
کامپیوتر هدف ما را بفهمه یا ماشین هدف ما را بفهمه، کدا را باید به ساختار یا به شکل بنویسیم تا اینکه بتونیم هدف خود را برای کامپیوتر تعریف کنیم و بعد از اینکه هدف را تعریف دانستیم براحتی میتونیم که عملیات انجام بدیم و بعد بازم دوباره اجرا میکنیم. یه بار عدد تغییر میدم 200 نوشته میکنیم، عدد دیگر هم 500 نوشته میکنیم، میبینیم که نتیجه یا رزلتی که برای ما نمایش میدن اینا هستن. ای پروگرامی بودن که برای اریتمتیک اپراتورها به مشکل یا با ساختار نوشته میشه و نتیجه هر پنج عملیه هم جمع هم تفریق هم ضرب هم تقسیم هم مدولوس برای ما به شکلی که ما خواسته باشیم نشان میدن. از توجهتان تشکر.